خب پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین در واکنش به استعفای آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر دولت ائتلافیش از اعضای پارلمان کشور خواست با تشکیل یک دولت ائتلافی جدید نخست وزیر آینده را انتخاب کنند. نخست وزیر اوکراین روز یکشنبه از تلویزیون سراسری اوکراین اعلام کرد که برای پایان دادن به بحران سیاسی کشور از مقامش استعفا می‌دهد. پروانه هدایت گزارش می‌دهد. دروهی اوکراینسکی نارودی آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین در مورد دلیل استعفای خود میگوید امیدوار است این کار به اوکراین فرصت دهد تا به خواستهایش در جهت برگزاری انتخابات جدید، انجام اصلاحات در ساختار قضایی و قانون اساسی کشور و عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا برسد. من تصمیم گرفتم از مقام نخست وزیری اوکراین کنار بروم. این درخواست روز سه‌شنبه 12 آوریل تصمیم پارلمان خواهد شد. دلایل متعددی باعث شد تا من این تصمیم را بگیرم. بحران سیاسی که به طور مصنوعی در کشور ایجاد شده و دست‌های پشت پرده‌ای که می‌خواهند سیاستمداران کورکورانه از آنها اطاعت کنند. آرسنی یاتسنیوک که در بحرانی ترین دوران جنگ دولت مرکزی اوکراین با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق کشور به مقام نخست وزیری اوکراین رسید، در تمام مدت 2 سال دوران خدمت خود به خاطر اقتصاد رو به ضعف کشور و کندی آهنگ انجام اصلاحات با انتقاد افکار عمومی اوکراین مواجه بود. ما نمیتوانیم بگذاریم که در مقطعی که کشورمان در جنگ است قوه مجریه ثبات و استحکام خود را از دست بدهد. بعد از این استعفا اگر دولت جدید بیدرنگ تشکیل نشود این امر حتما رخ خواهد داد. اکنون با توجه به این رویداد در صورتی که اعضای پارلمان اوکراین نتوانند در مورد انتخاب یک نخست وزیر جدید با یکدیگر به توافق برسند ممکن است اوکراین به سمت برگزاری یک انتخابات زودرس کشیده شود. اقدامی که پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین همواره از آن وحشت داشته چون معتقد است به بی‌ثباتی بیشتر اوکراین دامن خواهد زد. تحلیلگران در اوکراین میگویند یکی از دلایل کلیدی استعفای یاتسنیوک تعلل و تأخیر او در باز پرداخت بیش از 17 میلیارد دلار تعهد مالی دولت به وام دهندگان بین المللی بوده است. مردم اوکراین در واکنش به استعفای یاتسنیوک میگویند نه تنها فکر نمی‌کنند کنارگیری او تأثیری در وضعیت کشور داشته باشد، بلکه معتقدند ممکن است وضع از این هم که هست بدتر شود. یاتسنیوک یک آدم عوام فریبه. همه کارهایی هم که تا حالا انجام داده برای این بوده که چهره خودش رو خوب نشون بده. کرملین نیز در واکنش به این استعفا ابراز امیدواری کرده است که این رویداد تأثیری بر روند مذاکرات صلح مینسک نگذارد. این مذاکرات 2 سال پیش در مینسک، پایتخت بلاروس، میان 2 طرف درگیری در اوکراین آغاز شد و از مدت‌ها پیش به تعویق درآمده است. پروانه هدایت، صدای آمریکا.